گزارش مرکز مطالعات پیشرفته دفاعی سی فار ایدی ایس نشان می دهد که صنعت داروسازی جهانی به تأمین کنندگان مستقر در سینکیانگ چین وابسته است جایی که از کار اجباری ایغورها بهره برداری می شود. این وابستگی حتی شامل دو آژانس دولتی ایالات متحده آمریکا نیز می شود. قوانین ایالات متحده شرکتها را از استفاده از کار اجباری منع می کند اما این وابستگی ادامه دارد. کار اجباری بخشی از سیاست های سرکوب گرایانه چین است که زندگی حدود دوازده میلیون اویغور را تحت تاثیر قرار داده است. گزارش ها حاکی از آن است که اویغور در اردوگاه های بازپروری مجبور به آزمایش های پزشکی و مصرف داروهایی می شوند که سلامت آنان را به خطر می اندازن.